خوشبختانه امروز انجینیر صاحب نجیر و بقیه دوستای ما را خصوصا در پهلوی انجینیر صاحب نجیر مهمان های دیگه ای که آمده تلویزیون راه فردا دوستان را همگی خوش آمدید میگیم. تقاضای ما، خواهش ما از این برادرها ایست که در قسمت سبزی و در قسمت درخت و در قسمت گستریش ساحه زراعتی در ساحات بیسود اول و دو باید اینا تلاش کنند. 2 میلیون متر مکعب آب اینجا گنجایش داره که ذخیره شوه. خب 2 میلیون متر مکعب آب کم نیست. سلام دوستان و بیننده‌های عزیز، هموطنان خوب ما، مسافرین، خیرین و کسایی که علاقمند آبادی وطن و همچنان ساخت ساز و می فرهنگ سازندگی که امروز رواج پیدا کرده هستن، ما امروز با جمع از دوستان شما را از بالای بند همبستگی طبیعت بیسود، اول بیسود سلام بفرستیم. امید که جور صحتمند باشید. دوستای عزیز، در اینجا ما خوشحال هستیم که امروز از بند همبستگی بیسود دیدن میکنیم که واقعا فرهنگ سازندگی و زیرساختی امروز در بیسود و در ساحات مختلف در دایکندی و همچنان ساحات ورزگان و زابل ادامه پیدا کرده. امیدوارم که همین فرهنگ بازم گسترش پیدا کنه و در ساحات مختلف بیسود و خصوصا در ساحات سه دو همچنان طرف دایمرداد و همین رقم ما پیشتر باید بریم تا ما بتانیم که زمینه زندگی بهتر و خوبتر برای مردم آماده کنیم، آب خود مهار کنیم. مناطق وسیع که واقعا خاک بسیار خوب داره، زمین های بسیار خوب شده اینجا است، اینا رو بتانیم که تحت آبیاری، زراعت و همچنان کنترل بیاریم. و ما از مردم خوب بیسود تقاضا داریم که کوشش کنه که منطقه را آباد کنه، کوشش کنه که در منطقه سرمایه گذاری کنه. ما شاید بندازه بیسود بسیار کم جای داشته باشیم که زمین های خوب و زمین های هموار داشته باشد و همچنان یک نزدیکی و فاصله بسیار کم با مرکز و با پایتخت که بیسود داره. شاید ما در هیچ جای ندیده باشیم. ما آمدیم در منطقه دایکندی، رفته بودیم در دایکندی، دیدیم مردم های هست که 2 روز اونا نمیتونه که در مرکز برسه، در حال که شاید در 2 ساعت برسه. پس یعنی موقعیت بیسود بسیار بالاتر از موقعیت های هست که مردم فعلا اونجا امروز سرمایه گذاری بسیار خوب کردن، خانه های بسیار خوب ساختن، سرک بسیار خوب ساختن، پل های بسیار خوب ساختن، درخت شاندن، سرسبز کردن، فقط کار کردن که همزونجا امروز تانستن که برای خود نان پیدا کنه، برای خود امرار معاش کنه. ما هم از این مردم خواهش ما ایسته که این منطقه چرا سرسبز درخت نباشد، چرا ما سر از این کارهای بیشتر و خوبتر انجام ندیم. دیگه ایره تقاضای ما، خواهش ما از برادرای ایست که در قسمت سرسبزی و در قسمت درخت و در قسمت گستریش ساحه زراعتی در ساحات بیسود اول و دو باید نتلاش کنند و در قسمت بند خاکی که در اینجا فعلا زیرکار است، این بند خاکه است در حدود 12 متر ارتفاع، 10 متر آب ساده که شما سنجش نکردیم، دوستان شاید سنجش کرده باشد. 2 میلیون متر مکعب آب اینجا گنجایش داره که ذخیره شوه. خب 2 میلیون متر مکعب آب کم نیست. اگر ما از این آب اگر استفاده خوبتر ببریم، ما دیگه در زیر از این دشتای خشک باید دیگه نبینیم. این دشتا باید مکمل زراعت شوه و خصوصا درخت پر شوه کتاب بتانه که مردم از اینجا اقلامانان برای خود پیدا کنیم. ما در آینده یک بندی خاکی خوبتر و سعیتر و همچنان جوابده برای این قدر او باید داشته باشیم. دیگه امیدوارم که دوستای خوب ما این موضوع را توجه بکنن و ما بازم در آینده در ارتباط هستیم. امیدوارم قبلا در ارتباط بودیم، برادر ما نثار از مناطق البته قضیات نه از جاغوری دیدن کردن. ما همون گپی از ارگی که پلوگوک در بودیم باشیم مطمئن میاییم، ما امروز هم دیم. دیگه در آینده بازم بخیره ما تنها در بند همبستگی طبیعت بیسود اکتفا نکنیم، ساحات مختلف دیگر هم باید در آینده سرشتش بگیریم، حداقل
در قسمت آب، ذخیره آب ما در دور سوالی بسود حتما باید گوجه دسته باشد و خصوصا گذشته از در قسمت کجاو باید شبکه آب یا خصوصا شبکه قطره‌ای درخشانی که منطقه بسیار هوای خوب و مساعد داره برای باغداری سیب، همچنان زردالو و درخت های چنار. این قسمت برادرای کجاوی ما باید توجه جدی داشته باشد که ما فقط آرزوی ماست که بازم تکرار بکنم که برادرای بیسود ما تنها در کابل سرمایه گذاری نکنه، در بیسود هم سرمایه گذاری کنه. سلامت باشید، تشکر. دوستان و عزیزان خوب بیننده هایی که مرا از کانال های متفاوت بیننده هستید، تشکر می‌نم از حضور گرم مهمانایی که امروز در اینجا حضور به هم رسانده و واقعا ما خیلی خوش هستیم که خوشبختانه امروز انجینیر صاحب نجیر و بقیه دوستای ما را خصوصا در پهلوی انجینیر صاحب نجیر مهمانای دیگه که آمده در حضور راه فردا دوستان را همگی خوش آمدید میگیم و همچنان خیلی زیاد انجینر صاحب خوش آمدی صفا آوردی. اولین مهمان ما هست که در قسمت خوب دو یا سه رسانه ها باشه که ما را و رسما از بند دیدن میکنه و بر علاوه از این ما قبلا هم یادآور شدم امروی انجینر صاحب نجیر همیشه در ارتباط بودیم، از روزی که ما این بند شروع کردیم و روزی که ما در جمهوری رفتیم همیشه در ارتباط بودیم و ارتباطات ما بوده و حضور شما در اینجا خوش آمدید میگیم. ما بیشتر صحبت نمیکنیم، یک نکات را که انجینر صاحب همچنان یادآور شد انشالله که ما صحبت ها را از یک تیر دو سوال ها را از خود انجینر صاحب میداشته باشیم چون در اینجا مهمان است. ببینیم که نظر مهمان ما و در این حال مهمانی که نه تنها مهمان عادی باشه بلکه انجینر است و از تمام فضای بنده ها و ساحه همگیشی آشنایی خوبی نظر به یک کس دیگه داره. خب انجینر صاحب در قسمت از این صحبت کو مثلا بعضی از دوستا و بینندگان نگران از این بودن که آیا این جواب داره نداره، امروز با چی دیدی خود که دیدی چگونه خودت میبینی آوازی را برما میگم. خب برای تمام بیننده های خودی رو بگویم که شما میبینید که یک آب بسیار خوب در اینجا فعلا موجود است، داخل بند تقریبا با میرتفای کمی که ساخته شده آب پر شده. امروز بندای دنیا حتی ساخته میشه صرف به خاطر اینکه بیتر از آب سیر استفاده کنند. یک ما قدر آب داریم یک بسیار کلان نعمت خداوند است دیگه، فقط تصمیم برای از مردم ای باشد که ما هر کول و شیله را بند بسازیم، اگر عوام نداشته باشد ما آب سیر دور میدیم، همون سیر ما که از حالت مزریت خلاص میشه به حالت مفیدیت تبدیل میشه، همونش هم بسیار کلان گرم است دیگه. در این قسمت ما برای تمام بیننده‌های خود و خصوصا کسایی که در این بخش گفتن که آب ندارن، شما میدید که آب موجود است دیگه، ان شاء الله تمام میشه. تشکر. یک نکته اشاره کنم در قسمت آب که خصوصا در دره‌های بیسود است. خب بیسود هم مگه مثلا از زمستون از برفش نالم نه، یعنی میگه برفی که وجود داره خب اینا در بهار کلا ناب شده میره، از همینجا کلا میره اینجا اصلا دور نمیخوره. خب این میای گزینه هست، اول که می آب برف کلا میتونه هر کس نیسا منطقه دور بده و یعنی می بندی ها در قسمت پایینم دوستایی که میبینم ما این را بسیلا در شبه که بند انداختیم یک شب پیش از این شب صبح تا چاشت یعنی می یکونیم بالا یکونیم میتر آب ساد است و این تکمیل اون از سر ریزش آب میره و پور شده می به همون سرحدی که پیش رفته. بعد انجینر صاحب در قسمت کاری که ما با آن هم سختی بود، مشکلات بود، کم تجربه بودیم، خب اولین پروژه عامل منفع بود، به نظر خود کار از نظر انجینری تکنیکی چطور است؟ چی قراره میگیری؟ ما خب اصلا همین تو کارا را بیشه گفتیم که پیش باره ما در قسمت بندسازی هم در حکومت ما یا حساب دولت هایی که گذشته بلد نبوده اکثر بنده های تفرانسان جور شده ساخت خارجی هسته و ما باید کوشش کنیم خیر هسته
یک بار دو بار اگر کم بیش کارهای ما صد تکنیکی نمه یک مشکلات هایی داره. ما برای بار سیوم خوبتر بشیم، برای بار چهارم خوبتر میشیم، برای بار پنجم دو وقتا ما مسلکی میشیم. از یکی ما بیست بلاشه بشینیم سلاح ها را همین بگذارندیم با نمی توشنه و همین قدر کار کشیده ما این را کاملا تایید بکنم. کار بسیار خوب شروع بیده و امیدوارم که کار ما از یک دم خوبتر پیش بره و خیر روزی باشد که این بند تکمیل شده باشد، آبم یک منطقه بسیار وسیع را گرفته باشد که دوستا از کابل از ساحات دیگه بیاید. تشکر. در قسمت پروژه دیگه صحبت کردی، در قد ما خو تازه شروع کردیم، اینمی یک دریچه امید است برای کل بیسود. اگر اینمی موفقانه به خیر به اتمام برسه ای تکمیل شوی پروژه، من مطمئن هستم که سر هر دره بیسود امو شور انگیزه ما با مردم میگیرم انشالله که ایجاد میشه. در قسمت دره کجاب گفتیم ما با زودترین فرصت در روز سیوم یا چهارمی در قسمت سر کجاب در اینجا دوستا بر از ما پیشنهاد داده و موقعیت تعیین کرده، انشالله به خاطر بندیاب در اینجا در میریم. بودجهش هم همه چی آماده کرده، در این قسمت انشالله برنامه داریم با زودترین فرصت بعد از این در جرگه برجگای داریم، در میروزا در این سمت های دیگه هم داریم، در ولسوالی مرکز بیسود. فقط تینمی یک درچه امید است یک کم کارش پیش بره، دیگه پروژه رو انشالله روی هم شروع میکنیم. دیگه بازم خیلی زیاد تشکر مونیم. وضعیت خوب و به هوای بیسود میدونید، اول خود سال های قبل کار نشده، حداقل یک درخت غیر مسمر بید و چینا را همچین چیزها شانده میشد خوب بود، ولی این ساحه یک ساحه است که همچون چیزها درخت در قسمت سرسبزیش خلاصه کار نشده و ما تازه شروع کردیم. انشاءالله امسال که وقت تیر شده سال دیگه در قسمت سرسبزی از درخشانی از نیالشانی از فضای تفریحیش روی کل از اینا کار میکنیم. دیگه بازم تشکر میکنیم از تمام دوستای از مو که در بیرون از کشور هست چی در داخل از کشور هست، قومایی که همکاری کرده و بارها همکاری میکنه، همین قسم چی که در پروژه های جغری سهم گرفته، اینقدر کار کرده پروژه های اون ماول مرفعه و در اینجا آمده دوستا خیلی زیاد سهم گرفته، از سهم و از این که دوستا همگیش همکاری میکنه خیلی زیاد تشکر میکنیم. انشالله از تمام دوستا و اعضایی که در تمام ولایت هست ما همچنان میخواهیم که همین قسم پروژه ها را بندازه تا که ما خود ما درک کردیم، تا خود ما نسازیم هیچ کسی دیگه یا یک بیگانه نمیه با این هم دلسوزی برای ما نمیسازه. اگر کشورهایی که قدر پیشرفت کرده و همون زحمات و تلاش های دپالوی حکومتش زحمات و تلاش های خودونی مردم بوده که قدر پیش رفته و کار کرده و خوشحال هستیم که همین درک در این سالهای پسین برای مردم ما ایجاد شده و خصوصا برای کشور ما ایجاد شده که مردم میگه خود ما بیایم بسازیم. این یک جای خوشحالی است که همین روز هم متوجه شدیم. اگر این دوام میکرد که چند سال دیگه هم تر میشد، خب ما سالها قرنه هاست که پس ماندیم از کشورهای پیشرفته، همین قسم خیلی تاثیراتش بیشتر میشد. خب اجرا سیب دیگه هم کنم صحبت و گفتنی اگه بلدید بینید و داشته باشید، در غیر از او دیگه تشکر میدیم بازم از حضور شما. سلامت باشید. تشکری برای دارم، تشکری خاص برای برادرای بیسود و برادرایی که تانوز ای بندک کمک کردن، حمایت کردن. فقط بعد از این میخواییم که ای بند بخیر با حمایت شما، با کمک شما به سر برسن، نه تنها برادرای بیسود بلکه هر بیننده، هر هموطن، هر کسی که واقعا میخواید که وطن از این بدبختی نجات پیدا کنه. ما در صاحب یک ساحی بسیار وسیع بیسود، ما تقریبا بگویم که اگر ما بخوایم با ده ها بند باید ایجاد شوه. ای اولین شهست ما میخوایم که اولین بند ما و آخرین بند ما نباشد. ما بیتانیم که ده ها بند در ساحات سی اول بیسود و سی دوی بیسود در اینده باید داشته باشیم، چی بند خاکه، چی پخته و چندچنان و رویش های دیگه فلان در دنیا رواج پیدا کرده. و در قسمت سرکسازی هم زیادتر توجه برادرای بیسود میخواییم که در بخش سرک و در بخش مالداری، گوداری، در بخش تولید لبنیات، همچنان مالداری، موضوع ماهی پرورش ماهی، همچنان زنبور، تا مردم مصرف کار شد، تا مردم برش آید پیدا شد، تا مردم از بیکاری هایی که سالها رنج دیده باید طرف کار حرکت کنه. و از ضمنان بازم ما آرزو داریم که سرک قریه به قریه را که ما از جاغوری شدیم طرف بیسود بوده بیسود وصل میشه که از مرکز سیدو بورم باید توجه داشته باشد که بخیر از این طرف ادا شروع کنم. ما از دو طرف یک مقدار کار کردیم و بازم بخیر کارهای دیگه شب شروع میکنیم. انشاءالله ما
ما در آینده سرک قریه به قریه از جاوری الی بیسود سرک بسیار خوب و نزدیک داشته باشیم کتاب را دای بیسود از دای بسیار کوتاه در 2 ساعت در جاوری بیای، از اینکه از مسیر کابل میای 8 ساعت 7 ساعت 10 ساعت در 2 ساعت چرا نبیای؟ تنها رای جاوری و او را اگه ساخته شده شاید برای یک قیدات وسیعی از هموطنهای ما یک رای بسیار کوتاه جور میشه. شما ببینید کسایی که از قندار میره، از کسایی که از زابل کجا کجا به سمت بامیان میره، بیای از کابل دور بخوره یا از رای جاوری گیلان، یعنی تقریبا 200 کیلومتر رای از جا کوتاه میشه. یعنی این سرک ما هیچ وقت نگفتیم که تنها برای جاوری و بیسود است، سرک برای تمام هموطنهای ما است، یک سرک عامل منفعه، یک سرک افغانستان شمول. پس سرک قریه به قریه هم دوستای ما فراموش نکنه انشالله، خصوصا ناجی سبی ساقی که چند بار هم باشت تماس کنیم و خوب انشالله ما همکاری خواد کردیم. یه پارسال ما تقریبا او افتتاح کردیم، یک مقدار کار سرش صورت گرفت و او یک سرک است که برای تمام بیننده خود بگویم که از منطقه بجور جاغوری شروع میشه تا ایسه مرکزی بیسود که از این طرف از کابل تا مرکز بیسود آماده کیر است، او از دو طرف از قندار کابل تا منطقه وجود جاغوری امن آماده کیر شده. فقط این ساحه که از 40 کیلومتر ساحه جاغوری 100 کیلومتر از منطقه ناور و 30 کیلومتر از منطقه بیسود، اگر امیر ما بیتانیم سرک را جور کنیم انشالله این سرک یک سرک بسیار کوتاه و نزدیک نه تنها بین جاغوری و بیسود خواهد بود، بلکه بین بامیان و گیلان، بین بامیان و سمت جنوب و سمت جنوب با شمال خواهد بود. و این یک سرک خرد نیست، یک سرک چند قریه نیست، سرک قریه به قریه که نامیدیم شاید 80% یا 70% قریه جات افغانستان از این استفاده کنند. پس یک رای خوبی خواهد جور شد که در آینده ما تردد ترافیک سرک کابل قندهار را باید کم کنیم تا بتوانیم که از اینجا وسایط ما یا به حساب و مال تجارتی ما از رای کوتاه از شمال طرف جنوب از جنوب طرف شمال رفت آمد داشته باشد. و انشالله ما کار بعدی خود را در این روزا هم باز شروع میکنیم در کوتل ولایتو که به زودترین فرصت او را رسانه‌ای خواهد کردیم. دوستایی که همیشه برنده از او سرک یا از این پروژه عامل منفعه بوده خواهد دیدن که ما بخیر کارهای مثال خود ما در اون منطقه به زودترین فرصت شروع خواهد کرد. همیشه در این ارتباط برای تمام دوستای خود گفتیم پروژه مردمی این ما هیچ وقت گفتنه میتونم که در 2 سال خلاص میشه، 3 سال یا 4 سال. فقط چیزی که بسیار مهم بوده همی تصمیم قاطع، یعنی پلان دقیق که سر از این گرفته شود، چون کمک مردمی است، کمک دولتی نیست دیگه. خب به هر صورت اگر ما امکانات خوب داشته باشیم در 2 سال خلاص کنیم، در 4 سال خلاص کنیم، در 5 سال خلاص کنیم، در 6 خلاص کنیم، بسیار پیشرفت داشتیم. ولی ما فقط منتظر از هستیم که دوستا و خیرین ما را کمک کنه تا ما بتوانیم که سرک را سرک خوب بسازیم که هر مقدار مردمی که در اطراف از این زندگی میکنه از این سرک بتوانه که استفاده خوب و استفاده بهتر ببره. ما شاهد هستیم که در این موردی که ما گپ میزنیم شاید 60-70% مردم به خاطر نبود سرک منطقه خود ترک گفتن. امروز واقعا منطقه را که میبینی خالی از سکنه است. پس یک رای بسیار خوبی که ما در نظر گرفتیم که باید این سرک کشیده شود تا او برادرای ما و او هموطنای ما که از منطقه را اعلان کردن رفتن باید پس در سر خانه خود بیاید مصروف کشت و کار و زراعت خود شد. و برای بازم در این قسمت توجه تمام خیرین وطندارا و همچنان جارای ملی را میخواییم که حتما به این بخش سرک قریه به قریه جاوری الی بیسود ما را همکاری داشته باشد که ما یک سرک خوب بسازیم. در واقع این سرک سرمایه از این وطن خواهد. اول خوب تشکر میکنیم، این کار در آخرای ماه حمل بود که شروع کردیم، یک روز پیش از ماه ثور بود که را شروع کردیم. بعد در قسمت پیش برد از این کار حدود برحال 65-70% کار پیش رفته، کار بند پیش رفته و برحال تا به حال خیرین کم کاری کرده و تا به حال در این پروژه که مصرف شده فیکس 2 میلیون افغانی مصرف شده، 20 لک افغانی مصرف شده. و ما قبلا نمی بودجه که در این تخمین زده بودیم که حدودا 4 میلیون افغانی مصرف میشه از این بالا انشالله نخواد رفت و در این حدود 4 میلیون افغانی مصرف خواهد داشته.
استقبال مردم قسمی بوده که در اوایل که ما تازه شروع کردیم واقعا سخت بود، چون اولین پروژه بود استقبال مردم کمرنگ بود، ولی هرچی کار پروژه پیش رفت کرد هموقدر استقبال مردم هم خوب شده رفت. چی مردمی که در داخل از کشور بوده و چی مردمی که در بیرون از کشور بوده، همه روز هرچی کارا پیش رفت و نتیجه کارا معلوم شد، هموقدر تاثیرات چی روی مردم هم بیشتر شد، روی جامعه هم بیشتر شد و استقبال مردم هم بیشتر شد. حتی در سرحدی رسیده که دمیش و روزا بر از ما برالاوی از بند هر خیری بیسود هسته، بعضی از تجارای از ما هسته پیشنهاد، هر کدومش پیشنهاد یک تا بند داده، گفته اگر در صورتی که این بندی ها بخیر جور شوه، ما هر کدام ما، تعداد زیاد از تجارا همراه ما صحبت داشتن که ما هر کدام ما در ساحات بیسود همین قسم هر موقعی که خوبتر بود بهتر بود یک یک تا بند میسازیم. بعد در قسمت اجرا سب در قسمت سرک قریه به قریه صحبت کردن، سرک قریه به قریه را دوستا هم سال قبل ما برایشان معلومات همین بهار همراهشان برای دوستا معلومات داده بودیم، چون زمانی که از جاغوری اموتو این طرف میایه از طرف ولسوالی ناور میایه در ساحه کجه وصل میشه، در دانی اوجای از دانی اوجای میل در قسمت دشت بادسیه، از دشت بادسیه وصل میشه در ولسوالی مرکز، از مرکز وصل میشه در تگاو یا ساحه بازار اوشیروم، از بازار اوشیروم از کتل ملایقوب میگذرم میتو از کوی بیرون در بامیان مستقیم در مرکز بامیان در ساحه شهیدان وصل میشه که سر اگه قریه به قریه در قسمت بیسود سال گذشته ما تیرما یک مقدارش از ساحه کوی بیرون کار کردیم و تاثیرات از او اینقدر زیاد بود بر فعلا فقط موترسکیل از او را رفت آمد منه، چون یک ساحه بسیار وسیعش مانده کار نشده، به خاطر که اگر او سرک در مرکز بامیان وصل شد همیالی که مردم مثلا در کابل یا در بامیان یک موتر در موتر این در حدود 4 ساعت 5 ساعت میره، از اونجا فکس در 25 دقیقه یا نیم ساعت یعنی قدر راه را کوتاه میکنه، میتونه که از کوی برو در بازار بامیان به خاطر خب هر دلایلی که باشه میتونه در شهر دسترسی داشته باشه. اول خوی سرک شاید مسیر بیسود و خب قریجات بیسود اکثر مردم میدونه، خصوصا ولسوالی مرکز بیسود، یکی از دلایلی که امروز اکثر مردم از این ساحه رفته و در این ساحه زندگی نمیکنه علمی نبودی سرک است. اگر مردم ها اگر به اینجا خب کسب مردم زراعت و مانداری است، اگر زراعت میکنه اما حاصلش خوب به فروش نمیرسه، چرا که از یک مرکز یا یک سرک دور است. اگر در قسمت مالداری هسته همه میقسیم تمام گزینه ها و زیربنای اقتصاد مردم و مرکز ترانزیت که باید ایجاد شود در این ساحه نیست، مردم دسترسی در بازار ها و در دکان ها و مثلا در هر تکنولوژی که هسته امروز نیست، یک از دلایل شمی نبودی سرگ هسته. در صورتی که اگر سرگ قریه به قریه وصل شود و یک رای و برو مرور مردم شود، رای و برو مردم برو مرور مردم بیشتر شود، میشه در اینجا کارخانه های ایجاد شود، میشه مردم در مسیر سرمایه گذاری بکنن، میشه کشت و کار و زراعت مردم گسترش پیدا بکنن، میشه مردم یک انگیزه بگیره برای زندگی بهتر، دوباره در ساحاتی که مهاجر شده رفته دوباره سر زمین های خود بر بگرده و یک گزینه را بالاخره ایجاد میکنه که مردم به صورت آسان میتونه دسترسی داشته باشه در مرکز و شهر و ایران.